خب مهمانان امشب با افق آقای خسرو سمنانی، نویسنده و تهیه کننده گزارش قمار هسته‌ای آیت الله، متخصص مدیریت پسماندهای اتمی، که توضیح مبسوط در مورد ایشون رو در فیسبوک افق دادیم و در طول برنامه بیشتر با ایشون آشنا خواهید شد. همچنین آقای دکتر محمد سهیمی، استاد و مدیر گروه مهندسی شیمی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، و آقای دکتر مهران مصطفوی، استاد دانشگاه پاریس، رئیس واحد تحقیقاتی فیزیک شیمی در مرکز مطالعات علمی فرانسه و متخصص اثر شیمیایی تشعشعات هسته‌ای با ما هستند. درود به هر سه شما، به افق خوش آمدید. آقای سمنانی، شاید مهمترین پرسش ابتدا این باشه که واقعا هدف از این گزارش چه بوده؟ شما سال هاست که تو این پروژه های اتمی فعال هستید، در یوتا، در ایالتی که مدت ها زندگی میکنید، فکر کنم بیش از 30 سال احتمالا شاید اونجا هستید، چندین شرکت داشتید و این مؤسسات کارشون جمع‌آوری زباله‌های اتمی بوده و نگهداری اینها، و به نظر میاد که بخش عمده از عمرتون رو تو این حوزه مسائل اتمی و ایمنی اتمی سپری کردین. هدف از این گزارش مشخصاً چه هست؟ هدف از این برنامه و تهیه این مطالعات این بودش که در سالهای بعد از 2000 خیلی صحبت به حمله نظامی و یک برنامه‌ای که بتونن جلوگیری بکنن از برنامه هسته ایران صحبت بود، و یکی از این در ضمن این صحبت‌های، ولی هیچ که صحبت اشکالاتی که در برای مردم پیش میاره اصلا بحثی نبود، فقط در رابطه با سیاست یا اقتصاد و به قول امریکا یا جیوپولیتیکس تنها چیزی که به صحبت میشد. من با افراد مختلف صحبت کردم و گفتم آیا این حملاتی که میشه به این تاسیسات اتمی، در برخورد این حملات آیا چطور میشه این مواد شیمیایی و اتمی که اینجا هست چرخی نش پیدا نکنه؟ و هر چی بیشتر با ملت صحبت کردم متوجه شدم که اصلا این موضوع اصلا مطرح نیست، و به خاطر سابقه خودم که خودتون فرمودین، من توی همین کار بودم و برای از سال 1972 من تو کارهای شیمیایی و دفع کردن مواد سمی و گازهای مختلف به علاوه مواد اتمی که از سال 88 شروع کردم، در این برنامه هم فکر کردم که اتفاق بعدی خواهد افتاد و شروع کردم اطلاعاتی رو جمع کردم و محاسبات خیلی اولیه‌ای که کردیم دیدیم نه، این شمارهایی که داریم میکنیم، موادی که اونجا هست به صورت گازی میتونه نه تنها افرادی که در این تاسیسات کار میکنن از بین ببره، اینا میتونه که افرادی که در حدود این تاسیسات زندگی میکنن اونا رو هم از بین ببره. و مواد سمی خیلی خطرناک اینجا هستش که در واقع تلاش این بود که هشدار بدید به مردم ایران، بخواستید که افکار عمومی آمریکا و غرب رو حساس بکنید نسبت به این مسئله، تلاشتون بود که جلوی بحث در مورد جنگ رو بگیرید. کدومی که از اینها در ذهنتون بیشتر چرخ؟ از همه مهمتر این بود که این بحث اصلا بشه. تا اون موقع این بحث اصلا در مورد انسانی به حساب اون جهت انسانی این اصلا بحث نشده بود، هیچ کی شماره تعیین نکرده بود و هیچ کی راجع به این صحبت نمی‌کرد، چه در امریکا و چه در ایران. و احساس کردم به خاطر این اطلاعاتی که برای من تهیه شده بود و من نگاه کردم، دیدم که خب یکی باید این حرف بزنه، برای اینکه خطر خیلی زیاد بود، ده‌ها هزار نفر در خطرن. این در جهت حمله اون تنها به 4 تاسیسات دیگه، در صورتی که 400 تاسیسات مختلف ممکنه اتفاق بیفته. دقیقا هم بحث خواهم کرد که چرا این 4 مرکز مورد توجه قرار گرفته، با توجه به اینکه از پیچیدگی های سناریوی جنگی است که تعدد مرکز اتمی در ایران ممکنه نتیجه بخش بودن هر گونه حمله رو زیر سوال ببره. ولی قبل از اون میخوام این سوال رو بکنم که برشک این کار گروهی بوده، افرادی بودن طبیعتا به شما کمک کردن در تنظیم این، شما مدیریت کردید، تجربه خودتون هم در این زمینه بسیار نقش مهمی داشته، ولی چرا این عنوان، چرا قمار هسته‌ای آیت الله رو انتخاب کرد؟ این قماره برای این که ببینید یا اتفاق میفته یا اتفاق نمیفته. یه چیزیه که هیچکی نمیدونه، البته دول مختلف من جمله ایران و امریکا خب در این مورد صحبت میکنه، اسرائیل صحبت میکنه، ولی ممکن اتفاق بیفته، ممکن نیفته. و خطرش برای مردم بود. البته این قماری هم نبود که امریکا شروع کرده باشه یا اسرائیل شروع کرده باشه، این چیزی بود که ایران شروع کرد، و به خاطری که آیت الله رئیس مملکت و به صورت مرجع اصلی دولت ایران اونجا کار میکنه، خب قمار ایشون بود و البته بازنده ایرانیان، شهروندان ایرانی هستن.
چقدر فکر میکنید انتخاب این عنوان باعث شده که گزارش شما امدار رنگ و بوی سیاسی بگیره به جای اینکه کار علمی تحقیقاتی باشه؟ بالاخره آقای خامنه ای شنیدیم ابتدای برنامه اشاره کردم دیروز در صحبتاش صراحتا گفت اینا که میگن که تحریم به خاطر برنامه اتمی حرف بی ربطی، تحریم قبلش هم بوده، پس تصور نکنین که با تحریم و فشار نمیتونین برنامه اتمی رو متوقف بکنین. ببینید این اطلاعاتی که ما کردیم بیشتر نه تنها من فکر نمیکنم سیاسی باشه و حتی به علومی باشه، این تعیین یک برنامه انسانی بغده من اصلا رو این برنامه این روی این پایه شروع شد و رو اون پایه هم خواهد جلو خواهد رفت. اینه که این برنامه انسانیه و ما میخوایم به ملت ایران و ملت امریکا و ملت اسرائیل و کسایی که تصمیم میگیرن بهشون بگیم که اگر یه همچه اتفاقی بیفته چطور این مردم از بین خواهند رفت. برای اینکه من خودم در کار انسانی سالهای سال بودم و از این نظر من فکر کنم برنامه مهمی باید به این باید توجه بشه. طبیعتا بخشی از تلاش شما تلاش های بشر دوستانه بود، فعالیت کردین در مبارزه با بیماری ها، بیماری سرخک و مجموعه فعالیت هایی که در بنیاد خانوادگی سمنانی انجام گرفته بسیاری به شما رو به این دلیل میشناسند. ولی اون چه که در واقع من میخوام قبل از اینکه وارد بحث شاید تخصصی بشیم بپرسم اینه که در تهیه این گزارش چقدر تلاش کردید که از جمهوری اسلامی ایران، از حکومت، از دولت اطلاعات بگیرید برای اینکه دقت گزارشتون رو بالا ببرید؟ آیا چنین تلاشی انجام گرفت؟ پاسخ ایران چه بود؟ ما در طول تهیه این برنامه، این مطالعات از چند تا منابع مختلف که استفاده کردیم، اول از همه از IAEA که با آژانس بین‌المللی اتمی باشه، مدارک اونها رو استفاده کردیم، مدارک استفاده کردیم که از جاهایی که در امریکا تحقیقات میکنن و انرژی اتمی راجع و دیفنس دیپارتمنت و وزارت دفاع و در مورد اطلاعاتی که از ایران بودش، ما تا اونجا که تونستیم از اینترنت استفاده کردیم و اطلاعاتی که از خود دولت ایران تهیه کرده بودن، من جمله مثلا حرکت باد در ایران یکی از چیزایی که ما استفاده کردیم و این بودش که چجوری باد ممکنه مواد سمی رو به اصفهان برسونه و این اطلاعاتی که اونجا دادن که جمعیت اصفهان یا ناحیه‌های اصفهان رو همینه، مثلا توی آماری که در مورد جمعیت اصفهان میدید اون آمار به سال 2006 برمیگرده. چقدر تلاش کردید که این آمارها روزآمدتر باشه، این اطلاعات دقیق‌تر باشه؟ از بعضیش 2006 بن که تا اونجا که ما سعی کردیم از تا اونجا که امکان داره تا تاریخ الان بتونی بکنی، بعضیش 2006 بعضیش 2011 است و تنها چیزایی که برای ما امکان داشت بتونیم جمع بکنیم اونا البته ما نمیتونستیم مستقیما با دولت ایران تماس بگیریم برای که یا اونجا گرفتاری پیش می اومد برای اونایی که به ما اطلاعات میدادن، نخواستیم همچین گرفتاری برای اونا درست کنیم. و واقعیت امر اینه که خب در دوستانی که الان رو ختم هستن میتونن بگن یه واقعیتایی هست که چیزای شیمیایی حالا مثلا یک 10% بالاتر یا پایین‌تر باشه اون میشه صحبت کرد، چیزای علمی میشه صحبت کرد، ولی واقعیتش اینه که ملت خواهی از بین خواهند رفت. اون خطره. چقدر با دولت آمریکا تلاش داشتید که تماس بگیرید، از اونها اطلاعات دقیق‌تر بگیرید یا اینا همه اصطلاحاً اوپن سورس تمام اطلاعاتی که در دسترس همه هست؟ ما بیشتر اوپن سورس استفاده کردیم، همونطوری که گفتین اطلاعاتی که در دسترس همه است. ما نرفتیم مثلا با وزارت دفاع یا وزارت خارجه با اینا صحبت بکنیم به اطلاعات جدیدی بگیریم، نه، چیزایی که برای همه بود ما اینا رو جمع‌آوری کردیم و محاسباتی کردیم و یه کامپیوتر مدل‌های استفاده کردیم و اینا رو نشون دادیم که یه همچه اتفاقی خواهد افتاد. چرا چهار مرکز؟ شما عراق، اصفهان، مرکز فراوری، نطنز و بوشهر رو مطالعه کردید که البته بعدم بحث بر سر این هست که بوشهر احتمالش خیلی بعیده که مورد حمله قرار بگیره. سایت های دیگری هستن حتی تو این نمودارهای شما، مثلا فوردو جز مواردی که اشاره شده، ولی مطالعه نکردید که احتمالا اگر حمله به فوردو صورت بگیره چه خواهد شد با توجه به اینکه نزدیک قم هست. چرا این چهار مرکز مشخص رو؟ یک ریپورتی هستش که گزارشی بود توسط آقای کلونل سام گاردنر، این یه تحقیقات کرده بود و گفته بود که نزدیک 400 مکان مختلف در ایران در کارهای هسته‌ای کار میکنن
ما خب مطمئنا نمی‌تونیم هر 400 تا رو اولا بدونیم کجاست و بعدم تحقیقاتش خیلی مشکل بود. از این نظر 4 تا از همه مهم‌تر است انتخاب کردیم که اصفهان و عراق و نطنز و بوشهر باشه. البته اصفهان از جاهای خیلی مهمه برای اینکه خودتون می‌دونید جای برای اینا برای تبدیل و تهیه یورانیم هکسافلورید استفاده میشه. عراق جایی که ریاکتور هستش و نطنز جایی که برای اینریچمنت یا اینکه برای غنی سازی استفاده میشه و بوشهر یکی از مراکزیه که خطر داره و به صورتی هم که البته در 2006 تو واشنگتن پست یک مقاله نوشته شده بود که راجع به این جریان صحبت کرده بودن که آیا در ممکنه بوشهر هم این هدفی باشه. از این نظر ما این چهار تا رو گرفتیم به خاطر اندازه‌شون و مهم بودنشون در برنامه جلو بردن برنامه هسته‌ای در ایران. خب اگر اجازه بدید نظر کارشناسان و مهمان دیگر هم بپرسیم و برمیگردیم جزئیات دیگر رو با شما صحبت کنیم. که آقای سهیمی بشنویم ابتدا نظر شما رو در مورد اهمیت این مطالعه و اونچه که آقای سمنانی گفتن که بعد از مدت ها این بحث به سطح مباحث سیاسی وارد میشه که هزینه انسانیه چون این برخورد نظامی به مباحث علمی حداقل یا شاید به شکل سیاسی هم اضافه بشه. معذرت میخوام. اول اجازه بدید خدمت همگی سلام عرض کنم، همطور خدمت هموطنان عزیز که برنامه شما رو تماشا میکنن. دوم اجازه بدید به جناب سمنانی به خاطر بخش علمی گزارششون تبریک بگم. این گزارش بسیار عالی بود، بسیار گویا بود و بسیار چشم بسیاری از هموطنان ما و همطور هموطنان آمریکایی ما رو باز کرد. به نظر بنده البته کار آقای سمنانی در حد در سطح خودش بی‌نظیره چون این کار بسیار علمی بود با توجه به مدارک و اطلاعاتی که وجود داشت تهیه شده بود، ولی خدمت آقای سمنانی باید عرض کنم که این بحثا در واقع از چند سال پیش وجود داشت. به عنوان مثال در سال 2004 آقای پاتریک کلاسون که در انستیتوی مطالعات خاورمیانه در واشنگتن هستند برای اولین بار مطرح کردن که یک راه جلوگیری از پیشرفت برنامه هسته ایران به وجود آوردن تصادف‌های صنعتی و هسته‌ای در این تأسیسات است و ادعا کردن که این گونه تصادفات هیچ گونه تلفات جانی نخواهد داشت و برای اینکه ادعای خودشون رو ثابت کنن به واقعه تریمال آیلند که در 1979 در پنسیلوانیا انجام شد اشاره کردن که همون موقع بنده یک مقاله در جواب ایشون نوشتم. اشاره تو به اون راکتور اتمی هست که برای مدتی دچار سانحه شد در پنسیلوانیا. دقیقاً در تریمال آیلند و همون موقع بنده یک مقاله نوشتم و به صحبت‌های ایشون جواب دادم، مدارکی بودم که چقدر سالها بعد در اثر اون تصادف تریمال آیلند که ظاهراً در موقع تصادف تلفات جانی نداشت چقدر تلفات جانی داشته. در این حال گزارش آقای سمنانی بسیار مهمه از این نظر که متاسفانه شخصیت های سن در درون اپوزیسیون ایران مقیم آمریکا که در ماه‌های اخیر راجع به این صحبت کردن که اگر ایران فقط به تأسیسات آمریکا فقط به تأسیسات هسته ایران حمله کنه اپوزیسیون نباید کاری بکنه چون فقط حمله به تأسیسات هسته ایرانه و تلفات جانی واسه مردم نخواهد داشت. به عنوان مثال آقای مجید محمدی راجع به موضوع مقاله نوشتن، راجع به موضوع صحبت کردن. به همین دلیل رپورت آقای سمنانی از این نظر بی‌نظیر هستن برای اینکه چشم هموطنان رو باز کردن. امیدوارم چشم اون هموطنانی که در اپوزیسیون هستن و بر طبل جنگ میزنن و از این کار حمایت میکنن و فکر میکنن حمله به مراکز هسته‌ای فقط محدود به مراکز هسته‌ای خواهد بود راجع به موضوعی که صحبت نکنن. یک مثالی وجود داره که میگن یک تصادف هسته‌ای در هر نقطه، یک تصادف هسته‌ای در هر نقطه است. این صحبت رو میشه گسترش داد و بر مبنای کار عالی آقای سمنانی اینجور این به این نه تغییر شد که یک حمله به یک مکان هسته‌ای در هر جایی در واقع یک حمله هسته‌ای در هر جاست، بدون اینکه آلودگی های اینها به مناطق وسیعی گسترش بده میکنن. در مورد سوال شما از جناب سمنانی که چرا این چهار نقطه رو انتخاب کردید، به نظر من اگر قرار باشه خدای نکرده به ایران حمله صورت بگیره احتمالاً به راکتور بوشهر حمله نخواهد شد. دلیلی که این صحبت رو میکنم اینه که گزارش‌های خیلی معتبری هست در مورد اینکه اسرائیل و روسیه در مورد حمله به راکتور بوشهر به توافق رسیدن
بر مبنای اون روسیه از دادن سیستم ضد هوایی S-300 به ایران خودداری کرد و در برابر از اسرائیل تضمین گرفت که به راکتور بوشهر حمله نکنه، چون کار بوشهر بوده و در این حال راکتور بوشهر تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است، ولی مکان‌های دیگه هستن که میتونن مورد حمله قرار بگیرن. ولی به نظر من یکی از مهمترین بخش‌های گزارش آقای سمنانی صحبتی بود که ایشون راجع به تأسیس یورانیوم کانورژن یا تبدیل یورانیوم در اصفهان کردن، چون اصفهان فقط جایی نیست که یک تأسیس هسته‌ای درش قرار داره، اصفهان یک میراث تاریخی فرهنگی نه تنها برای مملکت ما بلکه برای کل جهانه، و بنابراین حمله به چنین جایی در واقع حمله به میراث فرهنگی و تاریخی تمام جهان خواهد. آقای صمیمی برمیگردیم به شما حتما برای توضیحات بیشتر، و یه نکته هم اشاره بکنم قبل از اینکه نظر آقای مصطفی رو بشنویم. بحث وقتی حمله نظامی تمام سناریوهایی که مطرح شده عمدتاً مباحث بر سر نتنز و فوردو هست، به ویژه صحبت الان از فوردو هست به خاطر اینکه ادعا میشه که اونجا برخلاف توافق‌های بین‌المللی ایران به سمت ابعاد صنعتی غنی‌سازی میره، و حتی یکی از نگران‌هایی که در مورد نتنز هست همین که غنی‌سازی اونجا قراره فراتر از حتی یک بخش تحقیق و توسعه انجام بگیره و چندین هزار سانتریفوژ قراره نصب بشه اونجا. آقای مصطفی بشنویم نظر شما رو ابتدا در مورد اهمیت گزارش آقای سمنانی و مباحثی که در واقع وارد گفتگو و تحلیل برنامه اتمی ایران و پیامدهاش خواهد داشت، مشخصا الان در مورد این ورود به در واقع اون فرازها که صحبت کردیم و به جزئیات بیشتر خواهیم پرداخت. خدمتتون عرض کنم که من هم سعیم هستم در گفته‌های آقای صمیمی درباره گزارش آقای سمنانی، و این کاری که ایشون کردن ارزش فوق‌العاده‌ای داره و بسیار مهم هست در زمانی که فقط قبل از جنگ درباره تعادل قوا، درباره پیروزی این یا اون و نتایج در قدرت پیش میاد در این کشور یا اون کشور صحبت میشه، فکر کردن به انسانها، خانواده‌ها، بشرهایی که در اونجا زندگی میکنن بسیار اهمیت داره. مسلماً حمله‌ای که احتمالی که همینطور که آقای صمیمی هم گفتن خدا نکنه هیچ وقت صورت بگیره، اگر صورت بگیره تلفات جانی بسیار زیادی خواهند داشت، و یکی از نکته‌های بسیار مهمی که در این گزارش اومده این هستش که وصیحت هم داره، این هستش که گازهای سمی که وجود داره در اصفهان و یا در نتنز، گاز هگزافلوریدی که وجود داره و مقدار خیلی زیادی که از این گاز وجود داره، واقعا این مواد شیمیایی بسیار خطرناکی هستند. من یک اشاره خیلی کوچیکی بکنم، در همین یه ماه پیش در لابراتوار من بنا بود از اسید HF استفاده بشه به میزان خیلی کم، چند دسی لیتر، ولی به علل سختی کار از نظر ایمنی و یک مقدار محافظه کاری برخی از افراد لابراتوار این کار بالاخره صورت نگرفت و عقب موند، برای اینکه احتیاج داره به موارد ایمنی خیلی زیادی در نظر گرفته بشه. این هستش که اگر اون گازهای سمی به شهرهای بزرگی مثل اصفهان برسه، مسلماً تلفات خیلی زیادی خواهد داشت و تلفات صدها نفر نخواهند بود و چندین هزار و یا چندین ده هزار نفر خواهند بود. در مدل کامپیوتری که آقای سمنانی به کار بردن برای این تحقیق، مسلماً یک مدل بسیار مناسبی است، اما باید هوشیار باشیم که این گونه مدل‌ها نتیجه‌ای که میدن بستگی داره به تعداد پارامترهایی که از این در این مدل‌ها استفاده میشه و میزان دقتی که در مورد هر یک از این پارامترها وجود داره. بسیار بسیار مشکل هستش که ما یک دقت خیلی فراوان داشته باشیم درباره هر کدوم از این پارامترها تا بدونیم که دقیق پیش بینی کنیم تعداد تلفات رو در ایران. اتفاقا آقای مصطفی نکته مهمی رو خیلی زیاد خواهد بود. آقای مصطفی عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، نکته مهمی رو اشاره کرده، چون در گزارش آقای سمنانی چند مدل در واقع آمده، مثلا مدل چرنوبیل رو مطالعه کردن، بعد اشاره های شده به نمونه های دیگری حالا در ابعاد انسانی که داشته، اتفاقاتی که در گیلان مثلا رخ داده، یک حادثه بوده رادیولوژیکی در واقع موادی رو باعث آلودگی شده، آقای صمیمی اشاره کردن به تری مایل آیلند و حتی این اواخر فوکوشیما و اتفاقاتی که در ژاپن افتاد. چقدر به نظر شما این گونه مقایسه ها کارسازه و میتونه ما رو به یه نتیجه دقیقی برسونه؟ به هر حال این مقایسه ها لازم هستند برای اینکه
خوشبختانه تجربه بشری در مورد سوانح هسته‌ای بسیار کم هستش و ما بالاخره باید به این سوانح هسته‌ای که وجود داره در چرنوبیل، در فوکوشیما و یا در جاهای دیگه مراجعه بکنیم و از اونها استفاده بکنیم. اما هر مورد مورد خاص خودش رو داره. در مورد ایران بسیار بستگی داره که حمله ها چه شکلی صورت بگیره. مثلا اگر حمله به فوردو صورت بگیره مسلما تعداد تلفات انسانی کمتر خواهد بود تا اینکه حمله به نطنز و یا اصفهان صورت بگیره، برای اینکه در فوردو اون تاسیسات اتمی ایران در عمق بسیار زیادی وجود داره و حتی بمب‌های خیلی سنگینی که آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها در نظر گرفتن برای زدن اون تاسیسات، این بمب‌ها نمیتونن بیشتر از 20 یا 30 متر بیشتر در زمین فرو برن و اون تاسیسات در سطح بیش از 60 متر در عمق زمین قرار دارن. اما اگر در اصفهان بخوان بمباران مفصل انجام بدن مسلما تلفات خیلی خیلی زیاد خواهد بود. به خاطر این هستش که به نظر من اصل این گزارش مهمه، یعنی یادآوری این مسئله که یک چنین حمله‌ای تلفات بسیار زیاد انسانی خواهد داشت. حالا این تلفات انسانی چند هزار نفر باشه یا چند ده هزار نفر باشه بسیار گفتنش از قبل مشکل هستش، برای که همینطور گفتم ما باید دقت خیلی زیادی داشته باشیم روی هر کدوم از اون پارامترها و اون پارامترها تعدادش خیلی زیاد هستش، هم در داخل ایران بعضی از اونها رو نمیشناسیم، هم از طرف اسرائیلی ها و آمریکایی ها نمیشناسیم. حتی من اخیرا در یک جا مطالعه کردم که اسرائیلی ها پروژه های حمله نظامی خود به ایران رو حتی به امریکایی‌ها هم ندادن، تا وقتی که توافق سیاسی امریکایی‌ها رو نگیرن نمیخوان کلیه نوع عمل کردشون رو مطرح کنن. بسیار عالی. سمنانی، نکات مهم مطرح شد در مورد اینکه کیفیت حمله، نوع تکنیکی که در واقع استفاده میشه. من اشتباه نکنم شما در مطالعاتون به سلاح‌های متعارف در واقع پرداختین، یعنی اگر قرار بمب حمله نظامی انجام بگیرین بمب‌های بتون شکن اصطلاحاً یا بمب‌هایی هستن که اینا اتمی نیستن، بمب‌های هسته‌ای نیستن. این فاکتورها و اینکه بارها در گزارش اشاره شده که چیزی بین 1-5%، یعنی این رقمی است که شما تقریبا تعیین میکنید که اگر اتفاق بیفته، اگر سرعت باد چنین باشه، این حمله با این شکل انجام بگیره، اگر حساب بکنیم که 1-5% جمعیت اون منطقه، حالا در مورد اصفهان صحبت میکنیم به عنوان یه مدلی که حدود 2 میلیون جمعیت رو گزارش ازش قید شده، چرا این در واقع این معادله در واقع رفته به این سمت که یه چیزی حدود بین 1-5% در نظر بگیرید؟ علت چیست؟ ببینید همونجوری که اشاره شد با آقای مصطفی و آقای سمی گفتن، این یک چیز مشکلی، برای اینکه در مقابل یه همچین اطلاعاتی سناریوهای مختلف اتفاق میفته، برای اینکه هیچکی نمیدونه به چند تا تاسیسات حمله میشه، چه جوری حمله میشه، به چه وقتی حمله میشه. همونجوری گفتن تو رپورت ما هستش پارامترهای مختلفی چه به عنوان بمب‌های مختلف و اینا. این 1-5% که شما فرمودی ما اشاره کردیم، در حقیقت ما یک حدودی گذاشتیم برای اینکه یک دلایلی که اصلا اصفهان مهمتر از همه اینه که در اصفهان نزدیک 550 هزار کیلوگرم از یورانیوم هکسوفلوراید تولید شده، در واقع در مرکز فراوری اورانیوم اصفهان. از این 550 هزار کیلوگرمش 79 هزار کیلوگرمش به نطنز رفته، توجه میکنی؟ پس بقیهش در نواحی اصفهان باید یه جایی باشه. این شمارهایی که بر طبق آژانس بین‌المللی هست. پس چی میشه؟ این ما وقتی این حس محاسباتی میکنیم دو جور تلفاته. یه جور تلفاتیه که به خاطر بمبایی که میفته، یه جور تلفاتیه که به خاطر نشر مواد شیمیایی و رادیواکتیوی میشه. چون خودمون در واقع حمله هم بستگی به این داره که این حمله با چه کیفیتی و در چه ساعتی احتمالاً انجام بشه، آیا تمام پرسنلی که تو مراکز کار میکنن اونجا هستن، اگر شب احتمالاً اگه حمله انجام بگیره ممکنه میزان تلفات در اون مناطق کمتر بشه. 100%. ما این حساب رو که کردیم دیدیم که خب اگه بخوایم این تمام این مواد شیمیایی میره به شهر، این یه چیز قابل قبولی نیست، برای اینکه بستگی به اون جهتی که باد هستش و طبق مطالعات ما و طبق اطلاعاتی که از ایران ما گرفتیم 9 ماه در سال متاسفانه باد از طرف این تاثیرات اتمی به طرف شهر میره. 9 ماه در سال
و این چیز خیلی خطرناکه. و اگر در اون موقعی که این اتفاقات بیفته باد به طرف شهر بره، مقدار بسیار زیادی از این گازهایی که انتشار پیدا کرده اینا به طرف شهر خواهد رسید. از این نظر ما آمدیم تو کتاب ما هم هست و نشون دادیم که وقتی از 1% از این مواد به اتمسفر راه پیدا بکنه و 5%، 10%، 20%، 50%، ما این محاسبات کردیم که به کجا میرسه، به چند ناحیه اصفهان میرسه. و ما نگاه کردیم مثلا اگه از 20%ش این نشو پیدا بکنه به خیابون فردوسی اصفهان رسیده، و اگه 50%ش نشو پیدا بکنه به خیابون چهارباغ میرسه. به این وقتی هم میگم میرسه در غلظتایی که به خطرناکه و افراد میکشه. دقیقاً این گازی که ازش صحبت می‌کنین گاز چه از این گاز سمی رادیواکتیو در واقع چه ویژگی داره؟ گاز اون گازی که سمی و مردم میکشه اون شیمیاییه، رادیواکتیوش بحث دیگه است. وقتی این یورانیوم هکسافلوراید با رطوبت هوا وقتی برخورد میکنه، وقتی منتشر بشه تو هوا و رطوبت هوا برخورد بکنه، این مبتدل میشه به هیدروژن فلوراید. و هیدروژن فلوراید سم گاز، یک گاز گازیه، یا فلورین. فلورین حتی از کلورین که در جنگ جهانی دوم استفاده شد و که برای کشتار سربازا میشد، فلورین از کلورین هم حتی خطرناک‌تره. و این گازها همونجوری که خدمتتون گفتم باد ببره به طرف شهر اصفهان، مطمئنا تلفاتی خواهد داشت. اتفاقا تو این گزارش اگر تصویر ما بتونیم ببینیم، مشخصا گفتید که آمار آمده از ژانویه تا دسامبر متوسط باد رو در واقع مشخص کردید، چیزی حدود بین حالا به مایل هست 10 مایل تا حدود 11 مایل در ساعت هست این سرعت بادهایی که به سمت اصفهان، یعنی از مرکز فراوری اورانیوم در اصفهان به سمت شهر در واقع میرن. و یه بخشایی رو شهر رو تقسیم بندی کردید به مناطق مختلف که همونطور که اشاره کردید منطقه 6 و 1، 3 و 4 و 10 ظاهرا اینا بیشتر از همه آسیب. اینو تقسیم بندی خود شهرستان شهر اصفهانه. ما این مطالعات از سایت های ایرانی گرفتیم. چون 14 تا ناحیه داره و این وقتی 20% بره چند تا ناحیه که همجور خدمت رو گفتم 4 و 8 و 6 اینا میتونن اینا افرادی که در اونجا زندگی میکنن به این برخورد داشته باشن. و بعد هم 50% که خیلی بیشتر نزدیک 8 تا از 9 ناحیه تحت تأثیر قرار دارن. طبیعتاً ما این گزارش رو به طور کامل، این گزارش وایس سمنانی رو روی وبسایت و روی فیسبوک افق خواهیم گذاشت برای کسانی که دوست دارن جزئیات این گزارش رو ببینن. همطور که شنیدید کارشناسان هم تایید کردن که ارزش علمی بسیار قابل توجهی داره. یک نکته من دوست دارم قبل از اینکه نظر وایس سمیرم بشنویم در ارتباط بپرسم، اینکه وقتی بحث اورانیوم غنی شده مطرح میشه و این نگرانی که همیشه وجود داشته که این اورانیوم غنی شده در یک شرایطی در تا هزاران سال، شاید تا ده ها هزار سال در طبیعت میمونه، چقدر این خود این نفس این قضیه به نظر شما توی یک چنین حمله میتونه نگران کننده باشه که این وارد صرف اصلا گذشته از این که به منطقه شهری بره یا نره، در همون منطقه بادم اینو به اصفهان نبره، خود این اورانیومی که برشک آزاد میشه تو همون منطقه چقدر میتونه خطرناک باشه؟ اورانیوم به عنوان یک آلودگی خیلی خطرناک میتونه باشه. برای اینکه الان طبق همونجوری که خودتونم گفتی، من سال 88 کار ما اصلا این بود که برای دولت اینا رو با تمیز بکنیم، جاهایی که اتفاقا اینجور اتفاقای از لحاظ تحقیقاتی شده بود و مقداری آلودگی پیدا شده بود، کمپانی که ما داشتیم در این کار اصلا مشغول بود برای تمیز کردن. و اگر اورانیوم که خیلی راحت میتونه به آب دست طبقات آبی بره، استان مرکزی و آب استان مرکزی که 29% آب زیرزمینی ایران رو تهیه میکنه و تولید میکنه، این آب ممکنه آلوده بشه. و خود یورانیم به آب هم اگه نیاد در بیاد تو زنجیره های غذایی، این اورانیوم اگه به بدن وارد بشه احتمال سرطان زیاد داره برای ناقص الخلقه، حتی آینده نسل‌های آینده گرفتاری داشته باشه. این یه چیز خیلی ساده‌ای نیست، این چیز خیلی مهمیه که بتونیم اینو یه کادری براش تهیه بکنیم و این اطلاعات به ایرانی‌ها بدیم. ببینید اصفهان همونجوری که اشاره شد یک قطب خیلی مهمه در ایران، یه قطب اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تاریخی. و این یک برای من خیلی مهم بود که این شهر باید به هر حال ازش دفاع بشه و این صحبت بیاد
و اگه نشه خدا نکرده این اتفاق بیفته، خب این ملت از بین خواهد رفت. برای اینکه این رو فقط قطعی بکنیم، شما اشاره میکنید موقعی که حمله اتفاق بگیره در اثر خود حمله به این مراکز، حالا در یک شرایط متوسط که اگه بگیم حالا روز باشه شب باشه، اینا حدودا چند نفر شما پیش بینی کردید کشته خواهند شد؟ ما پیش بینی کردیم در اینکه 5000 نفر در این مراکز از بین خواهند رفت. در این چهار مرکز که پیش اینا باید در نظر داشته باشین، یه مقدارشون در این مراکز من فکر می‌کنم بیشترشون متاسفانه خواهند میمیرن، ولی در جاهای مختلف دیگه هم برای مرگ و میرش هست و هم برای بیماری‌های تو دراز مدت. اون برای اون چقدر در نظر گرفتید که اگر اینها نشت بکنه وارد در واقع طبیعت بشه این مواد سمی، پیش بینیتون حدود 85000 نفر؟ نزدیک 85000 نفر به این گرفتاری خواهند داشت. بله آقای سهیمی، بشنویم نظر شما رو و اینکه شما فکر میکنید برشک اینا واقعیتایی هستش که جمهوری اسلامی احتمال این وجود داره که به اینها فکر کرده یا فکر میکنید فکر نکرده، چقدر آمادگی دارن برای مقابله با چنین مسائلی؟ اتفاقا جناب دهخانپور، من راجع به همین نکته میخواستم صحبت کنم. یه نکته که در اینجا باید راجع به صحبت بشه اینه که فرض کنیم خدای نکرده چنین حمله صورت بگیره، آیا جمهوری اسلامی اصولا در جایگاهی هست که بتونه فرض کنید مردم شهر اصفهان رو، اون قسمتی رو که آلوده شده رو تخلیه کنه؟ به هیچ عنوان اینطور نیست. یعنی عمل کرده رهبران جمهوری اسلامی نشون داده که اصولا اینها به چنین مسائلی اصلا فکر نمی کنن، یا فکر میکنن که حمله صورت نمیگیره، و یا اگه حمله صورت بگیره فقط به فکر اینن که اگه حمله صورت گرفت چجوری جواب بدن، و اصلا به فکر این نیستن که اگه حمله صورت گرفت و به عنوان مثال 20% یا 50% شهر تاریخی اصفهان آلوده شد، مردم رو از این ناحیه چجوری تخلیه کنن. چون اگر 20 یا 50% یا هر درصد دیگه از شهر اصفهان آلوده بشه، اصولا اون ناحیه ها برای مدت های خیلی طولانی قابل زندگی نخواهد بود. وقتی که سال گذشته این تصادف هسته‌ای در ژاپن در فوکوشیما اتفاق افتاد، بنده یه مقاله خیلی مفصلی نوشتم در وبسایت تهران بیرو و اونجا راجع به مقایسه راکتور بوشهر و راکتورهای ژاپن در فوکوشیما صحبت کردم و گفتم فرض کنیم که زلزله‌ای در ناحیه بوشهر بیاد، که خب اون ناحیه اتفاقا زلزله خیز هم هست، بر طبق اطلاعاتی که روسیه داده راکتور بوشهر میتونه تا حدود زلزله 7.5 مقاومت کنه، ولی فرض کنیم که این راکتور تصادفی درش به وجود اومد و مواد هسته‌ایش نشت کرد به بیرون و شروع کرد ناحیه رو آلوده کردن، چقدر آمادگی وجود داره که مردم رو بتونه از این ناحیه ها تخلیه کنه؟ و به نظر من اصلا چنین آمادگی وجود نداره. ما در ایران، البته یه موضوع هم هست اینجا به این نکته اشاره کنم که آماده شدن واسه این کار، آمادگی کامل شدن واسه این کار، کار بسیار مشکله، چون همونطور آقای دکتر مصطفی گفتن خوشبختانه بشریت در این مورد تجربه خیلی زیادی نداشته. ولی آنچه که مسلمه به نظر من میاد که رهبران جمهوری اسلامی هیچ گونه برنامه‌ای احتمالاً برای اینکه اگر این نواحی توسط حمله ها آلوده شدن به مواد هسته‌ای که بتونن مردم رو تخلیه کنن و بتونن مردم رو از اون ناحیه ها دور کنن، یا مردم جاهای دیگر رو آگاهی بدن که مواظب باشن و اگر ممکنه از اون ناحیه برای حتی اگه شده یه مدت هم برن، هیچ گونه آمادگی در این مورد وجود نداره. و خود این موضوع که آمادگی وجود نداره که بتونن مردم از اون جا تخلیه کنن، میتونه به تلفات انسانی اقتصادی اضافه کنه و مسئله رو خیلی پیچیده‌تر از اونی بکنه که ما همین الان داریم راجعش فکر میکنیم. آقای مصطفی، نکته ای که قابل توجه است این که در برشک همزمان با همین گزارشی که آقای سمنانی تهیه کردن، گزارش های متعدد دیگری هم منتشر میشه. همین گزارشی رو یکی دو روز پیش بیرون اومده و اون گزارش برخلاف این گزارش نتایج در واقع دستاوردهای یک حمله کوتاه مدت و سریع، اون چیزی که در این گزارش توصیف شده رو عنوان میکنه و بسیاری هم میدونید الان مدت هاست بحث میکنن که ممکنه هزینه ادامه وضعیت فعلی کمتر از هزینه یک جنگ حمله احتمالی که الان ما صحبت میکنیم، مثلا حالا گفتن 10000 نفر، 5000 نفر یا 85000 نفر که برای یک نفرش هم کشته بشه بسیار نگران کننده هستش، ولی اعتقاد دارن که ادامه وضعیت فعلی و این شرایطی که مردم الان تجربه میکنن و تحمل میکنن خیلی متفاوت نیست با اون چیزی که الان ازش صحبت میکنه. اصولا جنگ هیچ توجیهی نداره. قبل از هر چیز این مسئله بسیار مهمی است، باید اینجا مطرح بشه. غرب و اسرائیل هیچ توجیهی برای حمله کردن به ایران ندارن.
الان از اون اورانیوم غنی شده 20% دولت ایران حدود بین 30-40% شد تبدیل کرده به صفحه‌های سوخت و اینها دیگه قابل این که ازشون بشه استفاده کرد برای اینکه غنی سازی بیشتری کرد وجود نداره. ثانیاً احتمال فعلا هیچ علامتی نیستش که ایران به دنبال این رفته باشه که غنی سازی 90% بکنه، حداقل طبق گزارش‌های آژانس اتمی چنین چیزی صورت نگرفته و بالاخره این که اگر هم صورت بگیره حداقل اینها یک وعده یک ساله احتیاج دارن و بعد هم تازه بعد از اون از دید من ایران توانایی انداختن بمب رو نداره خوشبختانه و به هر حال وقتی هستش که بشه جلوی این کار رو گرفت و الان در این زمان که با هم صحبت میکنیم کوچکترین توجیه یک چنین حمله‌ای برای علیه ایران نداره. درسته که سیاست‌های اتمی ایران هزینه‌های بسیار بزرگی در گردن مردم ایران گذاشته، هزینه‌های اقتصادی اجتماعی و الان متاسفانه مسئله فقر در ایران که یکی از عللش همین تحریم‌ها است که آقای خامنه‌ای به دروغ میگن که تحریم وجود قبل از این مسئله اتمی به وجود اومده. مسلمه اولین کاری که کردن گروگانگیری بود، بحران ایجاد کردن، این رژیم دائم بحران ایجاد کرده، بعد ترورهایی بود که در خارج از کشور در اروپا انجام دادن، بحران رو ادامه دادن و بالاخره بعد از مدتی فعلا وصل دادن به مسئله اتمی و این بحران رو دارن ادامه میدن. این رژیم با بحران از زمان گروگانگیری زندگی میکنه، به بحران نیاز داره و با این بحران هستش که خب متاسفانه این تحریم ها هم به وجود اومده علیه بخش مهمش علیه مردم ایران، برای اینکه این طبقات آسیب پذیر و طبقات متوسط ایران که میتونن نقش مهمی در تحول سیاسی در داخل ایران بازی کنن متاسفانه زیر چرخ این تحریم ها دارن الان خورد میشن. پس از دید من جدا از هر گونه این که این هزینهش کمه یا هزینهش بیشتره، جنگ هیچ توجیهی نداره و اگر هم جنگ بشه همونقدر رژیم ایران مقصره که دولت‌هایی که جنگ رو علیه ایران آغاز بکنن. مسلم این رژیم سرکوبگر و بیکفایت وضعیت کشور رو به مرحله بسیار خطیر رسونده، ولی اون با مردم ایران هستش که این مسئله رو حل کنن، با جنبش عمومی مردم ایران هستش که این مسئله به مسئله اتمی پایان داده بشه. من خدمتتون عرض کنم یکی از خبرهای بسیار خوبی که شنیدم وقتی بود که در تظاهرات تقریبا 10 روز پیش در تهران مردم شعار مخالف میدادن با سیاست‌های اتمی و این بسیار مهمه، یعنی یک تغییر روانشناسی در مردم ایران به طور عموم نسبت به مسئله اتمی شده و کاملا درک شده که رژیم ایران داره استفاده میکنه، سوء استفاده میکنه از مسئله اتمی و مردم ایران دارن پشت این رژیم رو در مسئله اتمی کاملا خالی میکنن و اگر یک همچین چیزی ادامه پیدا بکنه خیلی راحت تر و کم هزینه تر جلوی هزینه های جنگ و هزینه های تحریم های اقتصادی گرفته میشه. به نظر من با اینکه ما الان در وضعیتی هستیم که خوشبختانه در کوتاه مدت حداقل تا انتخابات ریاست جمهوری آینده احتمال حمله بسیار کمه، برای اینکه آقای اوباما احتیاج به یک چنین حمله‌ای نداره و چنین حمله‌ای بیشتر آقای رامنی رو تقویت خواهد کرد و همچنین اتفاق مهم دیگه‌ای که افتاده این که آقای نتانیاهو مجلس رو منحل کرده و انتخابات رو گذاشته، انتخابات اسرائیل رو گذاشته در بهار سال آینده انجام بشه و آقای نتانیاهو از مسئله اتمی همونطور که رژیم ایران استفاده میکنه برای مسائل داخلیش هم استفاده میکنه. بله. و تا این میخواد از این کارت تا قبل از انتخابات استفاده کنه و حاضر نیست این کارت رو الان مصرف بکنه به این زودی، بلکه منتظر میشه چند ماه بگذره. به خاطر همین هم اخیراً گفته که تا بهار آینده وقت داریم. بهار آینده در از انتخابات مجلس اسرائیل هستش و ایران هم همه گروه های حتی حاکمیت به این نتیجه رسیدن که باید مسئله حل بشه، مسئله اتمی باید حل بشه، برای که ایران واقعا اصلا احتیاج به غنی سازی نداره. بله. اما دلیل این که حل نمیشه دلیلش فقط سیاسی است و متاسفانه اختلافایی که بر سر قدرت بین گروه‌های حاکم وجود داره. خب شما اساسا پس اعتقاد دارید که نیاز به غنی سازی نیست؟ البته با نتانیاهو گفته بود که بهار و تابستان احتمالاً. آقای رامنی هم اخیراً در این مصاحبه گفته که تا حمله نظامی، تا گزینه نظامی در مقابل ایران راه طولانی هنوز هست و ایشون هم اعتقاد داره که از طریق تحریم‌ها میشود به نتایجی رسید. آقای سمنانی، دو سه نکته مطرح هست. یکی این که وقتی ادعی که توجیه میکنن هزینه های یک حمله نظامی رو،
میگن که این برنامه، این همچنین حمله کوتاه و موثری به برنامه اتمی ایران، برنامه اتمی رو سالها به عقب خواهد برد. طبیعتاً ایده هم هستن که میگن که نه، من ممکنه مثلا 4 سال، 5 سال، یا مثلا 2 سال یا 3 سال، یکی چیزی حالا در این حدود این برنامه رو به زمان در واقع عقب ببره یا متوقف بکنه. ولی همین فشارها، تحریم‌هایی که الان وجود داره، طبیعتاً شرایط رو برای اینکه ایران دوباره بتونیم برنامه غنی‌سازی رو به اون کیفیت دوباره راه بیاندازه شاید دشوار خواهد کرد. شما تو این مطالعاتون به چه نتیجه رسیدی در مورد اینکه چقدر چنین حمله میتونه در واقع برنامه اتمی ایران رو به تعویق بیاندازه و چقدر برای ایران امکان بازسازی هست؟ یعنی واقعا با توجه به این فشارهایی که الان روش هست میتونه به راحتی دوباره برنامه اتمی رو راه بندازه؟ چقدر بومیه؟ یعنی تو شاید سوال اساسی تر این باشه که ایران چقدر تونسته برنامه اتمی رو در اختیار خودش بگیره، خودش تمام این مجموعه رو بتونه تولید بکنه؟ والا واقعیت ام بر طبق اون اطلاعاتی که در دست ما هست اینه که افراد و دانشمندان و مهندسین ایرانی تبریک باید بهشون گفت، تونستن در مقابل تمام تحریمایی که بودن، نابودی وسایل و کمبود آمادگی، اینا توانستن به یک موفقیتای برسن. این موفقیت در حقیقت چیزای ملیه. این افراد مطمئنا به نیت پاک دارن یه کار میکنن که خدمتی برای مملکت کرده باشن. ولی متاسفانه همونجوری که دوباره هم اشاره شد، این برنامه هسته ایران داره ازش سوء استفاده میشه برای موارد سیاسی و کارهای سیاسی. از این نظر در جواب شما من اطلاع دقیق نمیتونم بدم، ولی فکر میکنم بستگی داره به صورت حمله، تا چه اندازه این حمله که میشه میخوان ایرانو تا آینده فلج بکنن و این آمادگی رو از بین ببرن. البته دانش نمیتونه از بین کسی از بین ببره که وقتی میدونه که چیزی بس در مورد تولید دوباره تولید دوباره میشه. پس چی میشه؟ بستگی به حملات داره. وقتی اگه بخواد حمله بکنه که مثلا برای 20 سال آینده ایران نتونه این کارو بکنه، و البته اون خطر جانی برای ملت بیشتره. برای چی؟ برای اینکه بعد از معادن گرفته تا تأسیساتی که برای فابریکیشن یا اینکه به تولیدات قطعات مهندسی و اینا همه رو باید از بین ببرن. در نتیجه خب متاسفانه تلفات خیلی خیلی بیشتر میتونه باشه. اگه یه همچین تصمیمی گرفته باشه، این همونجور درصد تلفات بیشتر خواهد. من شخصا نمیتونم به شما بگم، ولی یکی از عواقب بد حمله به ایران اینه که نه تنها اول از همه مردم بیگناه از بین بره، بعد همونجور که خیلی هم صحبتش بوده، این باعث میشه که دولت ایران دوباره خیلی این دفعه از NPT که نان پروفریشن تریتی بیاد بیرون و خیلی به صورت با فشار بره دنبال تهیه اینا، و ممکنه دوباره در 10 سال اخیر بتونه به این جایی که بوده دوباره برسه. ولی خب در واقعیت این یک هزینه بزرگی برای مردم ایران خواهد بود. اینه بعد مردم ایران بدونن. و این کاری که ما کردیم، همونجوری که دوستان اشاره کردن، ما میخوان یک چتر آگاهی باشه برای مردم ایران که بدونن چه هزینه بزرگی دارن میدن. شما زمانی رو که توی گزارش پیش بینی کردید به چیزی بین 2011 تا 2015 است، اعتقاد دارید که اگر حمله صورت بگیره تو این محدوده زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ این چیزی که ما نگفتیم، این مطالعات از جاهای مختلف ما جمع کردیم. شما گزارشتون شروع شده از یک سال قبل شروع شده، الان خب ما 2012 هستیم، ولی اون زمانی رو که بر اساس پیش بینی ها و تخمین های اطلاعاتی که زده شده، شما تا 2015 مد نظر تو این مطالعه مد نظرتون تا اندازه قسمت های مختلف برای تهیه یک بمب اتمی و یک سلاح اتمی در ایران، غنی‌سازی یک قسمتشه. قسمت‌های بعدش این تهیه کردن بمب خودش، بمب اون خودش خیلی وقت می‌گیره، دانش می‌خواد، وسایل می‌خواد، و خیلی باید تست‌های مختلف بشه که بتونن به یه نتیجه برسن. این الان یک ریپورتی اومده، تازگی اومده، گفتن ممکنه ایران تا یک ماه تا یک سال دیگه به غنی‌سازی 90% برسه. خب این غنی‌سازی رسیدنش یک قدمیه، یک مرحله‌ایه. قدم‌ها دیگه باید تهیه بشه که بتونن ایران دست به سلاح‌های اتمی پیدا بکنه. چه توصیه‌ای در واقع شما فکر می‌کنید که راه برون رفت از این وضعیت چیه؟ آقای مصطفی گفتن که ایران نیاز به غنی‌سازی نداره. شما اعتقاد دارید که برنامه اتمی بدون غنی‌سازی باید دنبال بشه، یا کلاً با برنامه اتمی اصلا شما مشکل دارید در ایران؟ ببینید، واقعیت امر اینه که
غنی‌سازی یک قسمتی از کارهای اتمی، دسترسی به انرژی اتمی، دسترسی به دانش اتمی، این حق هر کشوری هست، باید بهش اشکالی نداره. ولی وقتی از این موضوع سوء استفاده سیاسی بشه، اون وقت اون گرفتاری پیش میاد که ملت شروع کنن هزینه دادن، همونجور که اشاره شد دوباره الان هزینه مالی دارن میدن، در آینده نزدیک ممکن هزینه جانی بدن و این خیلی برای ملت ایران خوب نیست. این تصمیمیه که ملت ایران باید بگیره. من نمیتونم بهشون بگم چیکار بکنم. چطور این نتیجه گرفتید که 10 میلیارد دلار این چنین حمله هزینه اقتصادی به ایران تحمیل خواهد کرد، فارغ از اینکه ایران واکنشی بخواد نشون بده و باعث جنگ‌های منطقه‌ای بشه؟ نفس خود حمله، این محاسبه رو از کجا در واقع شما تونستید به دست بیارید؟ حملات نظامی همونجوری که گفته شد با دکتر مصطفی گفتن نمیشه توجیه کرد، سخت توجیه کردن، ولی شما نگاه بکنید تاسیسات که در ایران در حال کنونی هستش. فقط برای مثال تهیه وسایلی که در ایران هست، از حالا از بازارهای سیاه میخرن، اینا رو خودشون تهیه میکنن، در کجا تهیه میکنن، اینا با قیمتهای خیلی گزافی برای مردم ایران هستش. و بر طبق تأسیساتی که در امریکا هستش نگاه میکنیم که این تأسیسات چقدر خرج داره، تولیدشون و تهیهشون و آب و کار کردن در اونا، ما استیمیت میکنیم در روی 10 میلیون. ولی در خیلی جریان یک هفته پیش آقای باهنر تو مجلس خودشون گفتن، نایب رئیس مجلس خودشون گفتن که این برنامه هسته‌ای الان نزدیک 5 بیلیون دلار در ماه هزینه داره برای مملکت ایران، برای اینکه نفت نمیتونه بشه، 5 بیلیون دلار در ماه. خب این خودش یه هزینه برای مردم. بله، آماری که داده بودن برای هر فصل حدود 15 میلیارد دلار کاهش درآمدهای ارزی است از تولید نفت. آقای سهیمی، به نظرم شاید سوال اساسی همین باشه که الان مطرح شد، این که اونهایی که در واقع توجیه میکنن جنگ رو، میگن اگر این حمله صورت بگیره، الان هم بحث شد هزینه هایی که برای ایران داره، صحبتمون از دانش اتمی نیست، صحبت از تولید یک برنامه اتمی دوباره به همین میزان هست، چقدر توجیه اونها قابل پذیرش هست که این برنامه رو میشه برای سالها به عقب برد و شاید حتی متوقفش کرد؟ والا این بستگی به این داره که پیشرفت ایران در مورد مسائل هسته‌ای در چه حد باشه. همونطور که آقای سمنانی گفتن، ساختن سلاح هسته‌ای فقط منحصر به غنی‌سازی اورانیوم در سطح 90 درصد نیست. شما باید بتونید سلاح هسته‌ای رو بسازید و بعد بتونید بمب اتمی رو به صورت نیمکره، به صورت مینیاتوری در بیارید و بعد موشک‌هایی داشته باشید که این نیمکره‌های مینیاتوری سلاح هسته‌ای در روی اون موشک‌ها رو بتونید سوار کنید و بعد اون موشک‌ها قابل دلیوری یا تحویل دادن اینا در منطقه بشن. معلوم نیست که ایران در این مورد چقدر پیشرفت کرده، ولی آنچه که به نظر من مسلمه اینه، اگر به ایران به تاسیسات هسته ایران حمله بشه، با توجه به نوع حاکمیتی که ما در ایران داریم، این حاکمیت نه تنها دست از برنامه هسته خودش بر نمی داره، بلکه سخت به دنبال این خواهد بود، مصمم به دنبال این خواهد بود که به دنبال تهیه سلاح هسته ای بره. اینها از قرارداد عدم گسترش سلاح هسته ای خارج خواهند شد، اینها ماموران و ماموران آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بازرسان رو از ایران بیرون خواهند کرد. یعنی شما اعتقاد دارید که ایران از لحاظ فنی توانایی داره که دوباره این برنامه رو بسازه، صرف نظر از اینکه دانشش رو داره؟ فکر می‌کنید با توجه به این کاهش درآمدهای نفتی، این امکان رو داره که ایران دوباره بدون مشکل، طبیعتاً بخش عمده از این فشار به مردم وارد خواهد شد؟ مشکل مالی که بسیار خواهد داشت، این در این مورد هیچ شکی نیست، ولی دلیلی که من این رو عرض میکنم که اینا به دنبال این خواهند رفت، اینه که دانش این موضوع در ایران به نظر من بومی شده و شما دانش رو نمیتونید با بمباران از بین ببرید. چون دانش بومی شده و چون دیگه میدونن باید چجوری بسازن، صرف نظر از هزینه‌ای که به ملت تحمیل خواهد شد که به نظر من اصلا حاکمیت راجع به این موضوع اهمیت قائل نیست، به دنبال بازسازی برنامه خواهند رفت، با این تفاوت که خودشون مقید به هیچ گونه تعهدات بین‌المللی که همین الان ایران داره و تا حدی هم اجرا میکنه نخواهند دونست. یا به دنبال در این حال من نمیخوام راجع به این موضوع صحبتایی بکنم که مدارک خیلی واقعی درش هنوز ما وجود نداره، کمون که آژانس هم راجع به این موضوع بارها و بارها گزارش داده، ولی این احتمال ضعیف هم به حال وجود داره که ایران تاسیسات هسته‌ای داشته باشه که کسی راجبش نمیدونه، و اگر این تاسیسات هسته‌ای وجود داشته باشه کسی راجبش نمیدونه، از اون تاسیسات هسته‌ای میشه استفاده کرد. بنابراین به نظر من حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران اصولاً
راه حل این مسئله نیست. راه حل همونطور که آقای دکتر مصطفی گفتن این مسئله یک مسئله سیاسیه، صرف نظر از اینکه غنی سازی در ایران برای ایران لازمه یا نه، که به نظر من غنی سازی در ایران اقتصادی نیست به دلیل اینکه ایران منابع اورانیوم منابع کافی نداره، و صرف نظر از اینکه ما انرژی هسته‌ای می‌خوایم یا نمی‌خوایم، این موضوع یک موضوع سیاسی است و باید از طریق دیپلماتیک حل بشه. به همین دلیل من دلیلی که من رپورت آقای سمنانی خیلی با ارزش میدونم همینه. اولا باید چشمان ما باز بشه که نتایج حمله به ایران به تعهد هست ایران چقدر فاجعه آور خواهد بود، نه تنها برای ما که در اینجا زندگی میکنیم، نه تنها برای مردم ایران که در ایران زندگی میکنن، بلکه برای مردم منطقه و مردم آمریکا. اونها هم باید بدونن که حمله به ایران چه نتایجی خواهد داشت. و از این نظر گزارش آقای سمناری دست کم اون بخش علمیشون، بخش سیاسی هم داره که میشه راجعش صحبت کرد، ولی بخش علمیش بسیار با ارزش و گرانبها هست. سپاسگزارم از شما آقای دکتر سهیمی. آقای مصطفی کلام آخر از شما بشنویم و این چالشی که بر شکل این دانش بومی شده، شما هم چنین اعتقادی دارید و صرف نظر اینکه چه اتفاقی بیفته، چه حکومتی بعداً در ایران سر کار بیاد، غرب و جامعه جهانی باید با این واقعیت روبرو بشن که ایران برنامه اتمی خواهد داشت؟ بله، ببینید این تحریم ها باعث نمیشه که ایران دست برداره بعد از یک حمله نظامی. شما کره شمالی رو در نظر بگیرید، اون کشور هیچ چی نداره، مردمش از گرسنگی دارن میمیرن، ولی بمب اتمی رو ساخته و میخواد ازش استفاده بکنه. این هستش که توجیه بشه که باید به ایران حمله بشه که چند سال عقب بندازه و ایران هم دست خواهد برداشت از این کار، این توجیه غیر قابل پذیرشه. از دید من این مسئله رو باید مردم ایران حل بکنن با جنبش عمومی خودشون. ایران اصلا کوچکترین نیازی به غنی سازی نداره، بلکه حتی برای بوشهر ما اورانیوم غنی شده رو مجبوریم تا 10 سال از روزها بخریم و از اون استفاده بکنیم، و مقدار کم اورانیوم غنی شده ای که برای راکتور تهران لازمه برای وسایل پزشکی، اون رو خیلی ساده میشه از خارج وارد کرد و الان هم اون رو داریم. به خاطر این آقای خامنه‌ای که هست و نیست کشور رو تا امروز به باد دادن، باید جام زهر رو نوش کنه و دست از این بحران سازی ها برداره. هزینه ها بسیار بالا شده و طاقت ملت دیگه به آخر رسیده. سپاسگزارم از شما آقای مصطفی بر شرکتتون در این برنامه. آقای سمنانی وقت خیلی کوتاهی داریم در پایان این گفتگو. دوست دارم یک با توجه به اون 3-4 دهه تجربه شما در یوتا، به ویژه از دهه 80 به این طرف، توضیح بدید که چالش های این زباله های اتمی چجوری میتونه گریبان کشورها رو بگیره و این چیزی که الان به نظر میاد تمام دنیا به شکلی باش درگیره. بله، این یه گرفتاریه که سالهای سال در امریکا بوده، جاهای دیگه هم بوده، البته در اروپا به یک صورت دیگه باش برخورد میکنن، ولی این چالش ها در حال حاضر باعث شده و اتفاقاتی هم که افتاده. یک چیز خیلی کوچیکیش به شما بعد بگم در مورد بوشهر که شما اشاره کردین، بعد ملت بدونن 40 سنه وقت داریم بفهم. بله، بوشهر 36% اثر با آلمانا ساخته شد، نزدیک 30% در با ایرانیا، نزدیک بقیه‌اش هم نزدیک 30% هم به توسط روسا ساخته شد. این یک نیروگاه اتمیه که خیلی خطرناک اونجا هستش و اتفاقات بدی ممکنه برش بیفته، و از این نظر این چالش‌هایی که شما اشاره می‌کنین باعث شده که کشورهای مثل آلمان و ژاپن دارن از نیروهای انرژی اتمی دوری می‌گیرن، و آلمان قراره تا 2020 سعی کنه که اصلا نیروگاه آخریش ببنده. این یک چیزی که ایرانی ها باید بدونن، و در واقع 2% نیروی الکتریسیتی ایران فقط از این بوشهر میاد. اینه باید ما در نظر داشته باشیم. سپاسگزارم از شما آقای خسرو سمنانی برای شرکتتون در برنامه، همچنین از آقای سهیمی و آقای مصطفی هم سپاسگزارم برای شرکتتون. فیسبوک و وبلاگ برنامه رو فراموش نکنید. باز هم تکرار میکنم که گزارش قمار هسته‌ای آیت الله رو روی فیسبوک افق در دستتون خواهد بود. وبسایتی دارن که به این وبسایت هم میتونید مراجعه بکنید.